به نام خداوند بخشاینده و مهربان درود بر شما بیننده و شنونده سنتال افغانستان هستین امروز 28 نوامبر سال 2023 میلادی و برابر با 7 قوس سال 1402 هجری شمسی است توجه شما جلب میکنم به مهمترین خبرهای افغانستان در 24 ساعت گذشته و البته ضربات کوبنده جبه آزادی افغانستان بر طالبان در کابل خواهیم گفت و همچنان از تنش های جدی بین طالبان در ولایت بدخشان که حتی مداخله رهبران طالبان را در پیدا داشته است چند خبر دیگر هم داریم اگر از درش فیسبوک بینید هستین و اشتراک بمانید با گزارش روزنامه هشت سو با بالا گرفتن اختلاف میان فضیح فطرت رئیس ستاد ارتش گروه طالبان و محمد ایوب خالد والی این گروه برای ولایت بدخشان پای رهبر طالبان را برای حل این مسئله کشانده است و به همین منظور رهبر طالبان والی این گروه برای ولایت بدخشان را به قندهار فراخوانده است آقای خالد امروز از طریق هوایی توسط چرخبال نظامی این گروه به کابل منتقل شده تا از آنجا به قندهار سفر کند ننابه به این روزنامه گفته است که آقای خالد ساعت سه پس از چاشت روز دوشنبه ششم قوس با چرخبال نظامی به کابل منتقل شده است منابع افزاده است که پس از فراخوانده شدن والی طالبان برای بدخشان مولوی عبدالجمیل سایس معاون او به عنوان سرپرست ولایت بدخشان گماشته شده است طالبان تا به حال به رسمی در این مورد سال نظر نکرده است اخیرا تنش ها پس از آن بیشتر شد که طالبان از سفر فسیودن فطرت به شمال افغانستان و بدخشان جلوگیری کرد و همچنان صلاح های سبک و از سنگین نیروهای تحت امر فسیودن فطرت در ولایت بدخشان جمعواری و افراد او خلع سلاح شده بودند. ضربات کوبنده جبهه آزادی بر طالبان در ولایت کابل در سه حمله جداگانه در 24 ساعت گذشته 13 عضو طالبان در شهر کابل کشته و زخم شدند. جبهه آزادی افغانستان در 24 ساعت گذشته سه حمله موفق در واقع بر مواضع طالبان در شهر کابل داشته است. بر اساس ها و ویدیوهای نشر شده از این جبهه در شبکه اجتماعی اکس در سه حمله جداگانه مجمن 13 عضو طالبان کشته و زخمی شده است بر اساس اعلامیه نشر شده نخستین حمله در جاده میدان هوای کابل بالای یک واسطه نظام طالبان صورت گرفته است که در پای آن دو جنگجوی طالبان کشته دو نفر دیگر زخمی شدند در حمله دوم نیروهای این جبهه بر یک پاسگاه طالبان در منطقه سلیم کاروان در شهر کابل نیست چهار عضو طالبان کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند سومین حمله اما در یک منطقه و یک بخش بسیار اساس صورت گرفت ریاست لوجیستیک ریاست لوجستیک استخبارات طالبان در کابل که در نزدیکی وزارت داخل قرار دارد مورد حمله قرار گرفت بر اساس اعلامیه نشر شده از سوی جپی آزادی در این حمله نیز سه عضو طالبان کشته و دو نفر دیگر زخم شدند این جبهه در شبکه اجتماعی اکسی خود گفته است که این حمله حوالی ساعت هشت به وقت محلی تاریخ ششم قوس در نزدیکی وزارت امور داخل طالبان صورت گرفته است البته ما بخش از جزیات حملات این جبهه را به مواضع طالبان در کابل در خبرهای دیروز خود هم داشتیم این در حالی است که جبهه آزادی شش حمله دیگه ای را در ولایت های مختلف از جمله در کابل، پروان، کاپسا و لغمان پیش از این حملات بر عهده گرفته بودند. طالبان هرچند که در بسیاری موارد ها وجود مقاومت و حتی درگیری ها با مقاومتگران را این کار میکنند اما صدای این درگیری ها و این انفجارات در شهر کابل و دیگر ولایت ها را باشندگان محل نیز شنیده و ویدیوهای نیز از آن در شبکه اجتماعی دست به دست می ایران در یکنیم هفته گذشته نزدیک به 24 هزار مهاجر افغانستانی را اخراج کرده است. مجید شجاع فرمانده مرزبانی خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران گفته است که طی ده روز گذشته 24884 شهروند افغانستانی که به صورت غیرقانونی وارد خاک آن کشور شده بودند اخراج و به با افغانستان بازگردانده شدند خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران یا ایرنا گزارش کرده است که آقای شجاع گفته است که شهروندان کشورهای خارجی باید از طریق دروازه های رسمی یعنی با پاسپورت افغانستانی و با ویزی که از کنسلگریهای های ایران میگیرد وارد این کشور شوند در غیر صورت با آنان برخورد قاطع صورت میگیرد به گزارش ایرنا حدود 328 هزار مهاجر افغانستانی که به صورت غیر قانونی طی نیمه نخست امسال در ایران حضور داشتند از مرزهای خراسان رضوی به کشورشان یعنی افغانستان بازگردانده شدند بانک مرکزی طالبان اعلام کرده است که هیئت به رهبری هدایت الله بدری رئیس این بانک برای اشتراک در نشست سالانه اداره محاسبه و تفتش مؤسسه های مالی اسلامی و اجلاس بانک انکشاف اسلامی عازم بهرین شده است. بانک مرکزی طالبان روز سهشنبه 8 قوس با نشر خبرنامه در توییتر هدف از این نشست را شریک کردن پیشرفت های نوین به گفته خودشان در عرصه های بانکداری اسلامی از سوی کشورهای عضو توسعه بانکداری اسلامی تقویه روابط میان بانک های مرکزی و استفاده از تجارب کشورهای اسلامی در این زمینه عنوان کرده است سازمان عفه بین با ابراز نگرانی از نقض حقوق بشر توسط گروه طالبان در افغانستان گفته است که این گروه در حمایت از حقوق بشر کاملا کوتاهی کرده است و این واضح است سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه 8 قوس با نشر یک پیامی در برگه توییتر سابق یا اکس فعلی نوشته است که با گذشت دو سال طالبان با آنچه درباره حقوق بشر تعهد کرده بودند عمل نکرده است و دچار اشتباهات فراوان و قصدی شده است این سازمان خواهان پایان دادن به نقض حقوق بشر توسط طالبان شده و گفته است که برای داشتن حق دسترسی دختران و زنان به آموزش و کار و همچنان داشتن حق آزادی بیان و شهروندان افغانستان به طالبان احترام بگذارد گفتنی است که با گذشت دو سال از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان این گروه محدیت های زیاد را بر شهروندان کشور و مشخصا زنان و اقوام غیر پشتون بحث کرده است زنان حق کار کردن سفر تحصیل را ندارند و حتی از رفتن به پارک ها نیز جلوگیری میکند هم اکنون طالبان به دختران و زنان اجازه رفتن به مکتب ها را نمیده و بجز در بخش هایی که طالبان نیاز دارند زنان حق کار نیز ندارند اسماعیل خان از فرماندهان جهادی که برای اشتراک در یازدهمین دور نشست امنیتی هرات به تاجکستان سفر کرده است میگوید که افغانستان تحت تسلط طالبان و چالش بزرگی روبرو است و این چالش منطقی و جهانی می باشد. با گفته اسماعیل خان افغانستان تا یک معامله به گروه طالبان سپرده شده است و کسانی که معماران این معامله در دوه بودن نیز از کار که کردن پشیمان است. هرچند که در این نشست از او سوال شد که آقای اسماعیل خان چرا تغییرات در دو سال گذشته نیامد او گفته است که نیاز بود تا جهان و مردم افغانستان متوجه اشتباهی خود شود با این وجود آقای اسماعیل خان تاکید کرده است و با طالبان هشدار میدهد که اگر به گفتگوها تن ندهد همگی بالاخره تفنگ در دست گرفته و در برابر طالبان استاده خواهند شد در نشست امنیتی که هرات محسن داور روز به پارلمان پاکستان و از رهبران جنبش حفاظت از پشتونها نیز، شرکت کرده بود و میگید که طالبان به دنبال بر رسمیت شناخته شدن از سوی خارجی ها هستند اما این گروه بر رسمیت شناخته شدن از سوی مردم افغانستان را حتی در موردش فکر نکرده است آقای داور نصرات روز دوشنبه ششم خرداد در نشست امنیتی هرات که تحت عنوان بازخانی افغانستان راهکارهای متفاوت در شهر دوشنبه در کشور تاجیکستان برگزار شده بود مطرح کرده است او خطاب به جامعه جهانی گفته است که طالبان بازار تفنگ آمدن و باید بازار تفنگ بروند از توجه به همراهیتان با سنترال همراهی افغانستان جهان سپاس از درچه فیسبوک اگر بیننده هستین به اشتراک بمانین اگر در یوتیوب به جمع پیوستین امیدوار هستم که سبسکرایب کنید و لایک بزنید و اگر نظر انتقاد پیشنهاد هم دارید از طریق کومنت ها یا از طریق مسنجر یا از طریق واتساپ با ما شریک سازین خدا نگهدارتان باد